لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر الله ربي واتوب الیه. با کسب اجازه از شما عزار محترم در این جلسه، پدران عزیز و جوانان عزیز، مادران گرانقدر، خواهران محترمه و این نونهالان عزیز، چند دقایق وقت گرانبهای شما عزیزان را میگیرم و همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. شب شب جمعه است، شبی هست که بسیار پرارزش، خیر و برکت دارد. شبهای جمعه روح اماته ها در خانه می آید. انشاءالله که روح امات خوشنود شود، بر محمد و آل محمد صلوات محمدی پسند عنایت کنید. همه با هم دعای سلامتی آقای امام زمان، دعای فرج که انشاءالله امام زمان ما ظهور کنه، که شما عزاداران حسینی شیعان امام زمان هستین، با اخلاص، با خضوع، با خشوع در این مکان مقدس جمع میشوین، یک یادآوری از امام زمان داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توأم وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. صلواتنا شب جمعه امواته ها چشم انتظار هستند. اینه قبل از طلوع آفتاب که روز پنجشنبه می شود، اگر سر قبر اموات بری، صحبت کنی، با شما صحبت میکنه، قرآن بخوان، صدقه بدی، روزه برش بخوان. بعد از طلوع آفتاب اگر بروی صحبت کنی با اموات، میشنوه ولی جواب نمیده. امواتها شب جمعه در هر خانه سر میزنه، میبینه. خب دقت گوش کنین، شبهای جمعه کدوم از ماها یادآوری از اموات داریم؟ یک سوره قرآن میخوانیم، بالای قبرش رفته فاتحه میخوانی، یک آفتابه یا یک پیاله آب بالای قبرش میریزی که خدای نخواسته اگر حلقش تر باشه اونمو تازه میشه.
بعضا ممکنه شک بیاره، مگه امی اموات هم در خانه میاد، روح زنده یا روح برمیگرده، خود جسد از بین میره، خواب خاکستر میشه، اما روح در هفتم آسمان هسته، در خانه سر میزنه، میبینه، گوش میده که آیا چی؟